بسم الله الرحمن الرحیم. ذات اقدس اعلام فرمود شما ارزشش چی میدونید؟ اگر به ستبری و بلندی و بالندگی و اینا باشه، درخت از شما بالاتره، سنگ از شما بالاتره، کوه از شما بالاتره، سلسله جبال از شما بالاتره. اگر به اون معنویات و عقول و ارواح و معارف الهی باشه، شما از آسمان بزرگترید، از زمین بزرگترید. هر دو بخش در قرآن کریم فرمود. لقمان حکیم فرمود که شما چی جوری اینجوری الان متبختران راه میرید؟ دو پسرش فرمود. فرمود اینجوری که تو در راه میری، جست میگیری، قیافه میگیری، آقا چی؟ تو که وزنت مثلا 100 کیلو. خب این سنگا که از تو بالاتر. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. آخه چی میگی تو؟ همه این سنگا از تو قوی ترن، همه این درخت ها از تو نیرومند ترن. اگر عاقلانه اندیشیدی، راه علی ابن ابی طالب رو طی کردی، اونگاه میتوانید بگوید آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. کاری از شما برمیاد که از آسمان بر نمیاد، از زمین بر نمیاد. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. خب اگر انسان تو تن خلاصه بشود، زمین از او بالاتره، سنگ از او سنگینتره. حالا برفرض یک کسی مقتدر بود، یه بار زائدی رو بلند کرد، خب این منجنیق ها که بار بیشتری بلند میکنن، این جره ثقیل ها که بار بیشتر. کمال انسان در چیزی دیگر است. ما اون راه اصلی رو فراموشمون نشه. این با یه تب از پا در میاد، با یه ویروس، با یه ویروس جزئی، با یه تب، با یه سرماخوردگی از پا در میاد. این قدرت یه چیزی رو باید تهیه کرد که بماند و تمام تلاش و کوششن بیا همین. این دو بخش قرآن تفکیک کرد، فهمود شما اگر بدنی میاندیشی، همه این اموری که تو روش راه میری و زیر سایه او زندگی میکنی از تو قوی تر. اگر قلبی و روحی و نفسی و عقلی و الهی میاندیشی، از همه بزرگتری.